چه اسمهای آشنایی، چه نواهای روشنی. آدمها گریه که می کنند چقدر قشنگ تر می شوند انگار. اندوه چه امانت با شکوهی است در صندوقچه قلب آدمها. چقدر این آدمها مثل پدرم گریه می کنند این شبها. امشب سومین شبی است که اینجا شلوغ است و گریه های امشب انگار فرق دارند. پدرم هیچ وقت قصه دخترک را کامل نمی توانست بگوید. وسطش گریه امان نمی داد. دهانش قفل می شد، کلمه از دهنش نمی چکید. یک روز بی هوا از صحرا زدم بیرون، پلک وا کردم، دمشق بودم. طبق نشانه هایی که پدر داده بود، جایی حوالی بازار، گوشوار فروش ها و عروسک فروش ها را که رد می کردی، بوی ادویه ها و عطرهای عربی و زیتون ها را که پشت سر می گذاشتی، چند روسری فروش را که از سر می گذراندی، خرابه ای پدیدار می شد. خرابه ای با دیوارهای پوک و فرو ریخته. پدرم می گفت آن شب زن همه بچه ها را تازه خوابانده بود، همه کاروان را. تیمم کرده بود نماز شبش را بخواند. پدرم می گفت زن هر شب تسبیحاتش را با تاول دستهایش می گفت. زن مشغول نیایش بود که دختر بنای گریه گذاشت، بلند شد، دست و پایش را جمع کرد، موهای سوختش را دست کشید، مرتب کرد، خاک از موژه‌هایش گرفت و اصرار اصرار که بابا دارد می آید. پدرم هیچ وقت قصه شب سوم را کامل تعریف نکرد. هیچ وقت نگفت توی خرابه چه اتفاقی افتاد. همیشه همین جای قصه یا ساکت می شد و بهت زد ظلم می زد به ستاره ها، یا کنار آتش از حال می رفت. امسال اینجا این عشق ها را که می بینم، این گریه ها را که می نوشم، می ترسم. من می ترسم تاریخ را ورق بزنم. من خودم عمری خراب نشین بودم. تعریف کردن خراب نشینی لطفی ندارد. بگذاریم.